بر شما عزیزان دل از چنل یوتیوب فریدون فروغی در خدمت شما هستیم. یک موضوع تقریبا جنجالی بوده در زمان پهلوی که فریدون جان در اردیبهشت سال 55 یا به قولی در اون زمان 2535 در منزل خودش چند تا از دوستان، حالا میتونیم بگیم ناباب یا باب، به هر روی خبری میاد و پلیس ها میریزن اونجا. گویینی که اینو به عرض شما برسونم، خب در سال 55 هنوز فریدون در اون دو سال ممنوعیت صداییش بوده، فعالیت آنچنانی نداشته، نمیتونسته انجام بده کاری رو، ممنوع صدا بوده. خب افراد دوروبر فریدون هم معمولا چند تا نخاله معمولا در میاد. اصل ماجرا این بوده که خب شاید بدونید که در زمان پهلوی تریاک کشیدن جرمی نبوده، یعنی حتی خیلی از داروخونه‌ها به صورت کوپنی در اختیار مردم میذاشتن، یعنی جرمی نبوده که پلیس بریزه در خونه شخصی اونو بازداشت بکنه یا براش دردسری به وجود بیاد. اصل ماجرا چیز دیگه‌ای بوده که در اسلاید بعدی به شما نشون میدم. قبل از اینه که به اصل ماجرا بپردازیم، این اسامی که شما دارید ببینید افراد معروفی نبودند، اغلب افراد متمولی بودند که به هر روی با هنرمندان معروف اون موقع به سبب شرایط مالی که داشتن میتونستن نزدیک بشن. خب اسامی بدین ترتیبه که از سمت راست این پیرمردی که دارید میبینید عبدالله پورجبار، خانومی که دارید میبینید کنارش رویا مهرگر پناه، روزا جام منش و فریدون جان و والنتینا مک درودیان. گزینه آخر میگن آمریکاییه. حالا اونم در وایس های بعدی، پادکست های بعدی حتما در موردش صحبت میکنیم که چگونه با فریدون جان دوستی برقرار کرده. خب همین جوری که گفتم این خانم والنتینا خب شبهدار بوده. حالا دوستانی بودن که شاید مشکل شخصی داشتن، خب اینا به خانه فریدون جان تردد داشتند. گزارش میره که در خونه فریدون فروغی اسلحه گرم هست. حالا این یک بازی بوده، دشمنی بوده، اینها بر ما پوشیده است، مشخص نیست. خب پلیس به اون خونه میریزه و شروع به تفتیش خونه میکنند. خب خبری از اسلحه نبوده. همینجوری که در بریده روزنامه جوانان دارید میبینید، فریدون فروغی خواننده جوان که به اتهام نگهداری مقداری تریاک در خانه اش در زندان به سر میبرد، یعنی فریدون رو به این خاطر دستگیر میکنند و مدتی در زندان بوده. هفته گذشته از زندان به دادگاه فراخوانده شده. چون خونه به محل میتینگ و اون گرد همایی دوستانی که در تصویر دیدید در خونه فریدون بوده، خب صاحب اون خونه مسئولیت اون مواد رو باید بر عهده بگیره. خب اردیبهشت 55 این ماجرا به وجود میاد و ایشان فریدون جان در زندان بوده که مدتی قبل زندانی است. روز دوشنبه در دادگاه چلگی که دادگاه جنحه تهران، دادگاه جنحه یعنی اون جرمهای کوچیک، روز 16 آبان ماه، یعنی حساب بکنید شما از برج 2 تا برج 8
تقریبا 6 ماهی هست که زندانه. اینو کسی تا حالا در هیچ جایی در مورد فریدون نگفته. خب زور از زندان آزاد میشه، در تاریخ مذکور به محاکمه بره. خب ماجرا چی بوده؟ اینجا جوری که نوشتن در جراید، فریدون که به وسیله ماموران کلانتری نارمک، خب خونه فریدون جان در اون منطقه شرق تهران بوده، از خانهش مقداری تریا کشف شده بود، به همین اتهام دستگیر و به دادسرا اعزام شده و طبق قرار بازداشت موقت از طرف بازپرس زندانی شده بوده. یعنی اون 6 ماهی که در از بین ماهای اردیبهشت تا آبان ماه. ماجرا از این قرار بوده که یکی از دوستان فریدون، به اصطلاح در واقع باید می نوشته دوست، به ماموران اطلاع میداد که در خانهش اسلحه غیر مجاز دارد. بدین ترتیبه که مامورها اجازه یه دادستانی رو میگیرن و به خونه فریدون میریزن که اونجا حالا مقداری هم تریاک به دست میاد. و چون مقدار تریاک زیاد بوده، در واقع فریدون رو دستگیر میکنن، شاید به جرم اینی که از حد معمول مصرف زیادتره. و بعد از 6 ماه زندان تقریبا یه هفته ای آزادش میکنن که تا دادگاه اصلی برگزار بشه. خب براءتش رو میگیره از اون خانم والنتینا، در موردش صحبت میکنیم که شاید از طریق دوستان و دشمنانی که ایشان داشتن به واسطه ملیتی که داشته آمریکایی بودنش این گزارش داده شده و منجر به دستگیری فریدون شده، به علت اینی که در خونه فریدون این میتینگ ها برگزار میشد. خب دادگاه برگزار میشه و فریدون جریمه نقدی میشه. خب در جریمه نقدی در این بریده ای از روزنامه 40,000 ریال، 4,000 تومان مبلغی بوده در اون زمان، که این گونه نوشته شده: فریدون فروغی خواننده معروف که در هفته اخیر، یعنی همون 6 ماهی که من گفتم در همین پادکست، پاش به دادسرا کشیده شده و زندان، هفته گذشته در شعبه 41 دادگاه جنحه تهران به اتهام مصرف مواد مخدر. دیگه اینجا بحثی از اون سلاح گرم یا این چیزای دیگه نبوده، این دیگه شیطنت روزنامه‌ای و جراید بوده. خب جزای نقدی شده. دوباره اینجا نوشته ماجرا چه بود. طبق تحقیقات خبرنگار قضایی مجله جوانان، چند ماه پیش، یعنی از همون تاریخ اردیبهشت ماه، به اتفاق چند تن از دوستانش، همون اسامی‌ای که براتون خوندم، به وسیله مامورین پلیس به جرم مصرف مواد مخدر که جرمی نبوده، به علت همون سلاح گرمی که خبر دادند، ریخته شده تو اون خونه پلیس، ولی بعد از تشکیل پرونده و بازجویی‌های مقدماتی آزاد شد تا پرونده جریان قانونی خود را طی کند و فریدون به پرداخت 40,000 ریال جزای نقدی محکوم میشه. و البته فریدون هم اونجا فکر کنم درگیری به وجود آمده با مأمور دولت و اونم یک دردسر دیگه‌ای برای فریدون جان بوده. به هر روی این نشون میده که خواننده‌ای که تأثیر داره در اجتماع از دوست و دشمن میخوره و 2 سال ممنوع صدایی و چنین جریاناتی برای فریدون جان در زمان پهلوی به وجود میاد و اینها بیشتر روحش رو آزرده میکنه. سر هیچ با دوستان بشینی، انگهای مختلف بریزن تو خونه. و اینو در پادکست های بعدی تمام زندگی فریدون جان رو ریز به ریز توضیح میدیم، زندان های بعد از انقلابش، تمام حواشی که داشته، در چنل یوتیوب فریدون جان به سمع شما میرسه.